خواستم فرمایشی هست بفرمایید. آقای شمشیری عزیز، من در این فرصت استفاده کردم چند تا از کتاب شما رو جلوی دوربین بگیرم با اجازهتون. کتابا هرگز در ایران چاپ نمیشن. عجیبه، کسانی که به پهلوی ها حمله میکنن کتاباشون همیشه در ایران چاپ میشه ولی کتابای شما چاپ نمیشه. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و عقص تابعیت سوئیس، اینا رو هم شما برام فرستادید. خوشحالم که هم یادداشت داره، اینا خاطرات من هستن. خاندان خمینی، پژوهش ژرف در گوشه از تاریکی تاریخ، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از مقدمات تا اجرا، خاندان مصطفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق. من خوندن این کتاب و هر ایرانی توصیه میکنم تا ببینید در دوران قاجار فقط خاندان قاجار نبود که ایران رو کنترل میکرد، خاندان مصطفیان آشتیانی از تلگرافتون، از شیلاتتون، هر چه داشتید دست این خاندان بوده. مصوغ الدوله و قوام سلطنه و آقای حسن مصطفی، آقای مصدق و دیگران همه از این خاندان بودن. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. بعد شرمنده، من یه کتاب دیگه هم از شما دارم که درباره اون در برنامه استفاده کردم، درباره طالقانی شما یه کتاب بسیار جالبی دارید که من در ایران آیا یه برنامه دربارش انجام دادم که اون الان حضور ذهن بگم شرمندم، پشت سرم الان دیگه پیداش نمی کنم، یادم رفت قبلش بیارم جلو دوربین. و همچنین درباره حافظ شما 18 کتاب بودن نوشتید. ولی اجازه بدید آقای شمشیری، چون وقتمون کمه، اولا میگم من اصلا مهربونی نیستم، من فقط به کسانی احترام میذارم که برای میهنشون کار کردن، زحمت کشیدن و تحقیق کردن. دوستان عزیز، امروز با آقای شمشیری میخوایم درباره بحرین صحبت کنیم و اتفاقاتی که در رابطه با بحرین افتاد. در پیشاپیش از کارگردانمون خواهش میکنم اون تصویر رو نشون بدن از بوشهر رو اگه میشه، و این تصویر رو با هم نگاه میکنیم. 1915 تمریه که در زمان احمدشاه و روش نوشته Under British Occupation 1915. سپاس از کارگردانم. در این یادآوری کنم این بوشهر ماست. یادآوری میکنم قرارداد مسقط رو که در نیمه دوم قرن 19 هم خاندان قاجار با شیخ عمان، حالا با انگلیس و روسیه میگفتیم ابرقدرت، جنوب ایران رو به شیخ عمان، شیخ مسقط اجاره داده بودن. به یاد بیاریم شیخ خزعل که خوزستان رو به عربستان تبدیل کرده بود. برای همین آقای شمشیری بود شما رو در برنامه دارم، چون اونهایی که ادعا میکنن پژوهشگر تاریخن، بوشهر رو یادشون رفته، قرارداد مسقط رو یادشون رفته، شیخ ازل و خوزستان رو یادشون رفته، و بعد میان ادعا میکنن که پهلوی ها بحرین رو داد رفت، که یک دروغ تاریخی. شما در این رابطه و خانم دکتر مهرا ملکی عزیزم همینطور تحقیقات بسیار جالبی کردید در رابطه با بحرین. اول از همه از شما میخوام سوال کنم استاد عزیز، شما چگونه شد که در رابطه با بحرین این تحقیق جالب رو انجام دادی که امروز تو برنامه اشاره میکنیم؟ چگونه این اسناد رو پیدا کردید و خودتون بیشتر توضیح بدید؟ خواهش میکنم. بحرین تنها موضوعی نیست که من تحقیق کردم، من یک پژوهشگر تاریخ هستم. از آغاز تقریبا، حالا اگر 200 سال نباشه، از آغاز آقا محمد خان قاجار شروع کردم تا پایان سلسله پهلوی، تقریبا آنچه واقعی بزرگ و تاریخی بوده من بررسی کردم در طول 50-60 سال اخیر، و بحرین هم یکی از اونها بوده که مورد تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفت. استاد شمشیر گرامی، من خودم سالها پیش، اصلا شاید بگم 15 سال پیش بودن، شاید بیشتر، از طریق یکی از این سایت های اینترنتی، تازه اینترنت هم راه افتاد و اولا بودم 10-15 سال پیش، این مطلب رو از شما دیدم که در رابطه با بحرین نکته رو اشاره کردید، در رابطه با اینکه در دوران احمدشاه قاجار، فکر کنم دوران نخست وزیری مشیرالدوله، آقای مصدق در مسند وزارت خارجه مسئله انجام میدن که باعث جدایی کامل بحرین از ایران میشه. از شما خواهش میکنم استاد عزیز، خودتون این مسئله رو توضیح بدید بینندگانم. خواهش میکنم. ببینید، باید پیشاپیش عرض کنم که یکی از بیرنگهای شناخته شده انگلستان در بسیاری از کشورها
برای اشغال اون کشورها این بوده که یک دعوای ساختگی در اونجا انجام میکرده و کوشش میکرده که اتباع انگلیسی مورد حمله قرار بگیرند. و حالا اگر حسین فر انگلیسی هم کشته میشد، خب در راه عظمت امپراتوری انگلستان این کشته ها اهمیتی برای انگلستان نداشت. مثلا در مصر فرض کنی، یا در عراق، یا در تعدادی از کشورهای دیگر خاورمیانه، اینها انگلستان از این طریق بیشتر وارد شده. در مورد این بحرین که از سالها پیش از این که رضاخان سردار سپه کودتا بکنه، عملا بحرین در اختیار ایران نبوده. از سالها قبل انگلستان در حقیقت اون تحت نفوذ و اختیار خودش گرفته بوده. اما اجازه بدید من از این کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی تعلیف ملک و شعرا بهار یکی از دعواها رو بخونم از صفحه 351. قبلا عرض کنم که این کتاب در 1321 در ابتدا چاپ شده، یعنی سالی که رضا شاه بزرگ از ایران تبعید شد. بعد در 1357 که انقلاب شوم اسلامی آمد، دو دفعه تجدید چاپ شد. در این تجدید چاپ های زمان انقلاب یک دستبرد هایی در این کتاب صورت گرفت نسبت به 1321. حالا عرض میکنم چی؟ حالا من این مطلب از 1357 از چاپ سوم کتاب میخونم. میگه روز 23 رمضان 1341 مطابق با 20 اردیبهشت 1302، خاطرتون باشه 20 اردیبهشت 1302، تقریبا در ساعت 9 صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزاعی رخ داد و منتهی به زد و خورد شد. ایرانیان بیخیال به گمان آن که قضیه ختم شده غفلت بکنند، ولی اعراب نجدی به شرارت ذاتی یا به اشاره اجانب مسلح شده غفلتاً بر ایرانیان حمله می کنند. ایرانیان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می پردازند. یک ساعت و نیم جنگ طول می کشد و عده از ایرانیان در حدود 3 نفر مقتول و عده ای در حدود 37 نفر مجروح و 5 نفر مدفوع، یعنی با اون 3 نفر میشن 8 نفر کشته. و از اعراب نجدی کسی تلف نشده مگر یک نفر که آن هم به واسطه تیر خود آنها هلاک گردیده است. پس از یک ساعت و نیم جنگ ایرانیان ناچار میشوند به خانه های خود رفته پناهنده و مخفی گردند. حکومت محل هم قادر به جلوگیری نمیشود و قریب 25 روز تمام ایرانیان دکانهای خود را بسته در خانه نشسته دچار تهدید و خطر بودند، تا اینکه مجدداً اعراب وهابی و اعراب شیعه حمله کرده 8 نفر مرد مقتول، 2 نفر زن مقتوله و 2 نفر زن دیگر زخمی‌دار می‌شوند. روز 26 رمضان یک کشتی انگلیسی وارد، در روز 27 نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوده وارد بحرین می شوند و 40 نفر سرباز هندی با 2 اراده توپ پیاده می گردند. صبح 28 رمضان ایرانیان عرض حال خود را به قنصلخانه فرستاده، 8 نفر را از جانب خود به وکالت انتخاب می نمایند که در محاکمه رفته محاکمه نماید. بعد خود ملک الشعرا بهار توضیح میده، میگه جزیره بحرین از املاک قدیم ایران است. در 1900 میلادی، یعنی 21 سال قبل از کودتای رضا شاه، اغتشاشی در آنجا روی نمود
و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره فرستاد. از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفت و تحت نفوذ دولت بریتانیا قرار گرفت. بعد از وقوع گویان وزیر خارجه وقت، یعنی آقای مصدق وزیر خارجه وقت، مراسله ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بود و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شد و آنجا را تحت نظر گرفت. بعد از وقوع قضیه اخیر جلسه سری در مجلس شورای ملی خاص واقعه بحرین تشکیل گردید و در حکومت سردار سپه نیز بار دیگر موضوع زیر نظر دولت قرار گرفت. اقداماتی هم به عمل آمد که به نظر اهل تحقیق صورتسازی بیش نبود. در اینجا اسمی از مصدق برده نشده بود، اما یکی از دوستان آگاه من گفت در چاپ قبلی این کتاب صریحا نوشته که نخست وزیر خارجه آقای مصدق آمده ظاهرا به نفع مردم، یه نامه نوشته به انگلستان که مسئولیت حفظ جان و مال ایرانیان مقیم بحرین من به عهده انگلستان واگذار میکنم. انگلستان از اون نامه سوء استفاده کرده. من که تو این کتاب چنین مطلبی ندیدم. خوشبختانه یک دوست عزیز دارم به اسم آقای گیو بیگدلی، در هلند اقامت دارند. این دوست گرامی پسر یدالله خان بیگدلی اسلحه‌دار مخصوص اعلیحضرت رضا شاه بزرگ بود و الان هم در هلند اقامت دارند. من ازشون سپاسگزاری میکنم که اطلاعات کافی در این مورد به من داد. اطلاعات کافی یک کتابی است که ایشون فوتوکپیشو برای من فرستادن، یا آقای گیو بیگدلی. این کتاب اسمش هست ایران در عصر پهلوی، نوشته دکتر مصطفی علموکی. من از جلد هفت کتاب صفحه 152 بقیه مطلبی که توی این کتاب ملک و شعرا بهار هست از قول خود ملک و شعرا بهار نقل. در این کتاب دکتر مصطفی علموتی نوشته شده در همان زمان است که روانشاد محمد تقی بهار ملک الشعرا در یادبودهای خود می نویسد. در همان زمان، یعنی متعاقب اون شلوغی که در بحرین رخ داد، می نویسد در دولت مشیر الدوله مصدق السلطنه وزیر خارجه بود. ببینید دیگه سریع، در دولت مشیر الدوله مصدق السلطنه وزیر خارجه بود. نامه ای به سفارت انگلیس نوشته می شود که دخالت انگلیس را برای حفظ جان و مال اهالی بحرین خواستار می گردد. خوب دیگه از این صریح تر نمی شه. آقای مصدق نامه می نویسه به دولت انگلیس که آقا ایرانی هایی که در اونجا هستن، ایران مسئولیت حفظ جان و مال اونها رو به عهده دولت انگلیس واگذار می‌کنه. این سند، ادامه میدم از کتاب، این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شد، زیرا آنجا را تحت نظر گرفت و یک کشتی وارد بحرین کرد، فقط 40 سرباز هندی و 2 اراده توپ از آن پیاده نمود و از آن به بعد دیگر نفوذ ایران در بحرین از بین رفت و تحت نظر انگلستان قرار. مجلس جلسه سری تشکیل داد و به اقدام دولت انگلیس به شدت اعتراض کرد. ممکن است گفته شود که چون بحرین از خاک اصلی ایران دور بوده و اعزام قوا به علت نداشتن کشتی جنگی میسر نبوده، لذا از انگلیسی ها کمک خواسته شده.
در حالی که کشتی‌های جنگی ایران به نام پرسپولیس و مظفری که در زمان مظفرالدین شاه خریداری شده بود و در شهریور 1320 توسط انگلیسی ها غرق شد در خدمت دولت ایران بود، علاوه کشتی های تجاری هم می توانستند دو اراده توپ و 40 سرباز ایرانی را وارد بحرین کنند. یک جمله می خونم، خواهش می کنم توجه بدید. در جلسه سری مجلس سردار سپه وزیر جنگ از فرط عصبانیت گریه کرد. سردار سپه مخالفت کرد با این نامه مصدق در کابینه بشیر الدوله، چون گوش به حرفش ندادند از شدت عصبانیت گریه کرد. حالا آیا محمد رضا شاه بحرین از دست داد؟ بعد یک اجازه بدید وقت هست من دوست دارم اگه اجازه بدید من یه چند تا نکته رو اشاره کنم اگه اجازه بدید. شما من به بینندگان چند نکته رو توضیح بدم با اجازه استادمون آقای شمشیری. چند نکته رو باید به شما یادآوری کنم. این جریانی که پهلوی ها بحرین رو از دست دادن درست زمانی در برخی از این تلویزیون های لس آنجلسی مطرح شد، کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدونن من چی میگم. درست زمانی بود که بحث دریای مازندران بود، 50% سهم ایران که جمهوری اسلامی رو به روسیه بخشید، یهو یه ده افراد خاصی که نامشون رو نمیخوام بیارم اومدن دروغ بحرین رو بزرگ کردن. آقای شمشیری من 2 دقیقه اینو توضیح بدم بعد شما در خدمتتون هستم. بینندگان عزیز، هر کسی که یک لحظه به خودش زحمت بده، فقط یک لحظه بره تاریخ بحرین رو بخونه، میدونه این شیخ سلمان ابن احمد بود اگه اشتباه نکنم که در 1820 اولین بار یک قراردادی به نام قرارداد اساسی رو با دولت انگلیس و نیروی دریایی انگلیس در اون منطقه امضا میکنه و خودش رو سرسپرده انگلیس میکنه. بعدها از اون خانواده ما کسی رو داریم به نام محمد ابن خلیفه که نده این آقا بوده. وقتی انگلیس ها میان 1861 با جریان بردهداری مخالفت میکنن، فقط و فقط به خاطر جریان بردهداری این آقا ناراحت میشه. انگلیس چیکار میکنه؟ اگه بحرین مال ایران بود آقای شمشیری، درست نمیگم، انگلیس رفته بود شهر منامه که الان پایتخت بحرین اشتباه نکنم و با کشتی‌های جنگی به توپ میبنده. این آقا رو کنار میندازنش کنار، بعد عیسی ابن علی میاد جانشین اون میشه و این آقا میاد چیکار میکنه؟ 1868 رسما تحت حمایت انگلیس میشه. این قسمتی از تاریخ کشورم بود. آقای شمشیری بهتر میدونن. امروز چون وقت نداشتیم از آقای شمشیری برای خواستم درباره دوران همین دورانی که صحبت کردن مشیر دوله و آقای مصدق و اینا. من سوالی که میخوام اینجا مطرح کنم اینه. این آقایون 57 که میشینن همزمان زمانی که هواداران پادشاهی پهلوی اعتراض میکردن به جدایی دریای مازندران از مامیهن، دروغی به نام بحرین و پهلوی ها رو رواج دادند، آیا من حق دارم بگم اینها ناآگاهانه یا آگاهانه عاملین جمهوری اسلامی بودند؟ چون که هر کسی که یه ذره تحقیق کنه، نمیگم این کار ملک الشعرا رو ها، ولی دیگه تاریخ بحرین که دیگه پنهان که نیست. آقای شمشیری عزیز ببخشید من اینا رو پرگویی کردم، ولی بعد اینا رو میگفتم و یه نکته هم اشاره کنم. این محمد رضا شاه پهلوی بود و پدرش رضا شاهی خاندان پهلوی بود که 50% دریای مازندران رو به ایران برگردوندن. این پهلوی ها بودن که رود هیرمند رو که ما هیچ حقی دیگه نسبت بهش نداشتیم به خاطر قرارداد قاجار برای ما حق کسب کردن، شط العرب اروند رود رو و بسیاری از نقاط مختلف ایران و امتیازهایی که قاجار داده بودن رو به ایران برگردوندن، جزایر سگانه رو به ایران برگردوندن، ولی دیگه هر چی که قاجارها از دست داده بودن که نمیتونستن برگردونن. خب بیاین بگید 17 شهر افغاز رو هم رضا شاه داد رفت دیگه، تعارف که نداریم آقایون. آقای مصدقی بحرین که گفتی اصلا میدونی چیه، افغانستان هم رضا شاه داد رفت، قفقاز که سهله، یونان و ترکیه و همه، اصلا اینا چیه؟ بگید اصلا دنیا رو رضا شاه داد رفت. نه این بازی ها مسخره است، پایان بعد بگیره. نه اومدن هر چی تونستن پس گرفتن.
محمد رضا شاه بود که اومد اون صندل دستور داد بذارن تو مجلس به نام استان چهارم، نشست چونه زد چونه زد، سه تا جزیره رو تونست پس بگیره. ها در همونطور که اینا آقای شمشیری، بخشید من پرگویی کردم ولی این نکته رو باید بدونن دوستان عزیز. آقای شمشیری سوال، این کتابی که شما نشون دادید اون قسمتی که خوندی توش نبود، چرا توش نبود؟ دستکاری شده بود؟ چی بود جریانش؟ بله، به طوری که یکی از دوستان آگاه من گفت این کتاب بلک و شعرا بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی که در 1321 چاپ شده، اسم مصدق توش بوده، اما در 1357 این کتاب طرفدارای مصدق به اصطلاح چاپ کردن این اسم برداشته شده. ولی در هر حال خوشبختانه این خاطرات ملک و شعرا بهار در کتاب ایران در عصر پهلوی الان وجود داره و در کتاب فروشی های در کهنه فروشی های تهران هم شنیدم هر کس بخواد میتونه پیدا کنه. دوستان اسمش هست ایران در عصر پهلوی، نویسنده دکتر مصطفی علموتی. اگر جلد هفت، چون تعداد زیادی جلد هست، جلد هفت و این مطلبی که من خوندم از صفحه 152 هست که تمام خاطرات ملک و شعرا بهار توش هست. بخش داره شمشیری، من خیلی برای این مسئله مهمه، چون خود منم شاهد این کارها بودم که بعضی نامها توی تاریخ بعد از سال 57 حذف کردن به نفع آقای مصدق. یعنی شما الان تونستید رسما ثابت کنید کتابی که در از ملک و شعرا بهار بوده رو پس از سال 57 دستکاری کردن و به نفع آقای مصدق توش دستکاری شده، ولی چون کارشون رو کامل انجام نداده بودن اسناد دیگری موجود است که ثابت میکنه دستکاری شده. آقای شمشیری من ببخشید، شما میخواستی یک مسئله دیگری هم بیان کنید که من شما قطع کردم، ولی خواهش میکنم ادامه بدید خودتون. من در جهت تایید فرمایشات شما اولا میخواستم عرض کنم که این استان چهاردهم در تاریخ 20 آبان 1338 مطابق با 11 نوامبر 1957 در کاخ مرمر جلسه هیئت دولت به ریاست آقای دکتر منوچهر اقبال در حضور اعلی حضرت تشکیل شد و در اونجا تصمیم گرفتن. ما 13 استان داشتیم، استان 14 محمد رضا شاه در کاخ مرمر گذاشتن استان 14. حالا میآیند دروغ میسازند. آقای ناطق نوری میاد میگه آقا حتی نماینده بحرین انتخاب شده بود تو مجلس بود. آخه مگر میشه تو بحرینی که یک نفر جرأت نداشته به نفع ایران حرف بزنه بیاین جلسه هیئت نظارت انتخابات و اینها درست کنن و نماینده تعیین کنن؟ حالا یه بدتر از او پانیر، بعضی از این پانیرالیست ها آمدن میدونید چی میگن؟ میگن آقای مصدق که نفت ملی کرد، نفت بحرین هم صریحا ذکر شده بود که جزو این ملی شدن نفته. آقا شما در تمام سخنرانی های مصدق از ابتدا تا انتها نگاه کنید، من نگاه کردم، من همه سخنرانی ها شو خوندم، شما ببینید یک دفعه فقط کلمه نفت بحرین یه جایی به کار برده. دیگه قانون ملی شدن نفت که همه جا هست، کجاش توش هست که نفت بحرین هم میشه؟ همچی چیزی نیست. من میخواستم در اینجا اضافه کنم که یک کتاب دایرة المعارف بزرگ اسلامی، درسته در جمهوری اسلامی درست شده، ولی بسیاری از مطالب تاریخی چون ارتباط دیگه با اسلام و رضا شاه و اینا نداشته شرح نسبتا درستی داده. در این کتاب که جلد 11 هست یک شرح مفصلی راجع به بحرین داده شده. شرح بحرین شما به این مطلبی که الان گفت من در تاییدش میخونم، میگه حکومت شیخ ایسابن علی در بحرین از 1286 قمری 1248 شمسی دوره تثبیت قدرت انگلستان در این ناحیه است. او یک
بار در 1297 و بار دیگر در 1309 دو معاهده جداگانه منعقد کرد که بدون اجازه انگلیس با هیچ یک از دول دیگر قراردادی نبندد و به هیچ دولت دیگری حق فرستادن نماینده سیاسی ندهد. اما اصل مطلبی که میخواستم بگم اینه، یادتون هست همین چند دقیقه پیش از این گفتم در 1302 کابینه مشیر دوله به وزارت خارجه مصدق در اینجا ذکر میکنه، میگه دولت انگلیس در 1302 شمسی 1923 میلادی در بحرین نمایندگی دائمی تأسیس کرد. کی؟ بعد از اون که مصدق نامه نمایندگی دائمی تأسیس کرد. در این دوره یکی از برجسته ترین افسران انگلیسی به اسم سر چارلز بلک ریب به عنوان مشاور امیر بحرین انتخاب شد و در این جزیره مستقر گردید. اگرچه اقدامات خشونت آمیز او موجب خشم مردم گردید و دولت انگلستان سرانجام او را در 1336 شمسی 1957 یعنی بین 1923 تا 1957 این نماینده انگلیس طبق نامه مصدق در 1302 رفت بحرین و در این مدت در اونجا بوده. میگه دولت انگلیس سرانجام او را در 1336 مطابق با 1957 از بحرین خارج کرد. شمشیر عزیز چون نگاه به ساعت یه لحظه کارگردان عزیزمون فکر کنم برنامه ما دقیقه دیر آغاز شد، یعنی من هنوز 3 دقیقه وقت دارم، درسته؟ بله. آقای شمشیر عزیز ما 3 دقیقه وقت داریم، من یه دقیقه یه مطلبی عرض بکنم و بعد یه پرسشی درباره کتاباتون دارم کجا میشه اینا رو خرید. من یه دقیقه یه توضیح اضافه بدم به دوستان که آقای شمشیری چه نکته زیبایی رو بهش اشاره کردن. ببینید فقط قراردادهای ترکمنچای گلستان زمان قاجار نبود 1813-1828، ما قرارداد آخال داریم، قرارداد ننگین آخال که تمام زادگاه ابوریحان بیرونی از ایران جدا میکنن 1881، ما قرارداد مسقط رو داریم جنوب ایران رو قاجار اجاره میدن، ما درباره رود هیرمند بلوچستان همین آقای مشیر و دوله در رابطه با بلوچستان و سیستان چه خیانتی به ایران میکنه زمان ناصر پیشا. پهلوی ها یه مقداری از اینا رو تونستن به ایران برگردونن، یه مقدار رو تونستن برگردونن. همونقدر مسخره و ابلهانه است کسی بیاد به پهلوی ها بگه شما بحرین رو از دست دادید که بیاد بگه پهلوی ها 17 شهر قفقاز رو به اصطلاح. پهلوی ها از آن آبی که در جوی رفته بود مقداری رو تونستن برگردونن. همون سه جزیرش رو هم جبهه ملی ایران، من دو هفته قبل سندش رو نشون دادم، سندش رو به شما نشون دادم که جبهه ملی ایران 1971 بیانیه داد و با اشغال سه جزیره توسط ارتش شاهنشاه ایران به اون اعتراض کرده بود. بنابراین دوستان انصاف رو رعایت کنید. آقای شمشیری مسئله اشاره کردن درباره استان 14. آقای شمشیری حتی عکساش وجود داره که شاه دستور داده بود دو تا صندلی بذارن تو مجلس که این صندلی ها همیشه خالی بود. اینا چجوری میگن که نمیدونم نماینده بود؟ دوستان عزیز آقای مصدق هرگز و هرگز به این مسئله اعتراض نکرد و شخص مدرضا شاه پهلوی بود که بحث استان 14 رو پیش کشید تا بتونه در این معامله سیاسی قسمتی رو به ایران برگردونه و اونم سه تا جزیره بود. آقای شمشیری عزیز ما یه دقیقه و نیم وقت داریم. ببینید آقا خیلی مهمه، دوستان پرسیدن کتاباتون از کجا بخرن، کجا بتونن بخرن اینا رو؟ تعدادی از این کتاب ها در amazon.com در amazon.com هستش؟ بله چون در این کتاب های شما یه قسمتیش هم یه چند تا هم در www.lulu.com lulu بعد در سایت libertyforiran.com /شمشیری www.libertyforiran.com زیر اسم شمشیری، زیر اسم مهدی شمشیری، چون همونجا هم وبلاگ منم در اون هستش، اگه سلش فروهر بزنید وبلاگ منه سلش شمشیری استادمون اونجاست www.libertyforiran.com. آقای شمشیری پایان صحبت با شما، یه دقیقه وقت داریم بعد بدرود. بله من میخواستم عرض کنم که تا پیش از اون که محمد رضا شاه اقدام بکنه
یک کبوتر در آسمان در نظر بگیرید با سه تا گنجش. دولت ایران میگفت اون کبوتر سفید رنگ اونجا مال منه، همطور رو هوا اون سه تا گنجش که مال منه، هیچ کدوم به دست دولت ایران نبود. اما محمد رضا شاه باز درنگی تمام اون سه تا گنجش که آمد گرفت و گفت خیلی خوب، حالا این که مال من نیست، چندین دهه از دست ما خارجه، حداقل سه تا گنجش بدید. دوستان گرامی سه تا گنجش نمیدونید چقدر مهمه. قبلا فرض کنید این ایران بوده، این شیخ نشین ها، او خطی که از وسط میرفته این بر مال ایران بوده، تمام منابع نفتی این بر مال او شیخ نشین ها چند تا. وقتی که جزیره ابو موسی برمیگرده به ایران، این مرز ایران میشه. خط مرزی بین ایران و عرب و شیخ نشین ها از اینجا شروع میشه، یعنی مرز ایران از اینجا. من مثال زدم امیدوارم مثال جوری باش متوجه شده باشید، یعنی با این سه جزیره کوچک نیست، منابع نفتی افکنده ای نصیب ما شده که این جمهوری اسلامی داره همه را از دست میده. ما قسمتی از اونها ما با قطر شریک هستیم، قطر داره میبره. بله آقای شمشیری وقتمون تموم شده. آقای شمشیری به این مسئله اشاره کردم، بین ژاپن و چین سر یه صخره تو دریا دعواست. این سه تا جزیره رو که محمد رضا شاه گرفت، هم روی خطوط دریایی متسلط پیدا کردیم و هم منابع گاز و نفت. آقای شمشیری من از شما شرمندم، وقتمون کم بود، امیدوارم در آینده این کار رو تکرار کنیم. از کارگردانم آقای پیمان سپاسگزارم. بینندگان خودتون تحقیق کنید ببینید چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ میگوید. ایران مال همه ماست. آقای شمشیری از شما پوزش میخوام، وقتمون تموم شده بود، سپاسگزارم. از من هم خیلی از شما و همچنین از کارگردان فنیتون دارم و برای همه شما و بینندگان شما تندرستی و پیروزی آرزو می‌کنم. پاینده باشید.